بسم الله الرحمن الرحیم. لازمه در درجه اول عید رو تبریک عرض بکنیم به همه برادران و خواهران، با اینکه از عید خیلی گذشته، 15-16 روز، لیکن عید نوروز در واقع عید بهاره و فارغ از تعطیلات رسمی و رسومات و این چیزها، ایام عید در واقع ادامه داره. امیدواریم انشاءالله سال جدید بر همه ملت ایران، به خصوص بر خدمتگزاران مردم در دستگاه‌های مختلف، در قوای سگانه، سال مبارکی باشه. مبارک بودن سال هم به این است که خدای متعال به وسیله شما برکات خودش رو در این کشور، در این مرز و بوم، به این مردم خوب و مؤمن برسانه. این البته تلاش هدفدار و پر انگیزه از سوی من و شما رو می طلبه. تلاش کنیم انشاءالله وجودمون رو نافع کنیم برای مردم. از لحظه لحظه این روزهای مسئولیت من و شما سوال خواهد شد. از لحظه لحظه این روزها سوال خواهد شد. از همه سوال خواهد شد. منتها اون کسی که بار سنگینی بر دوشش نیست، مثل اون کسی است که مال زیادی نداره، حساب ازش بخوان سرانگشتی یه چند قلب بیان خواهد کرد، خلاص خواهد شد. اون کسی که مال زیاد دارد، اندوخته ای دارد، رشته های گوناگون درآمدی دارد، این طبعا اگر ازش حساب بخوان با یک کلمه و دو کلمه این حساب تمام نمیشه. اگر طرف حساب دقیق باشد و مو رو از ماست بخواد بکشه و سختگیری بخواد بکنه، با عدالت بخواد رفتار بکنه، طبعا خیلی مشکل خواهد شد. در قدم به قدمی رو باید جواب داد. این پول رو از اینجا به دست آوردیم، اینجا خرج کردیم، به این دلیل به دست آوردیم، به این دلیل خرج کردیم. مسئولیت هم همین جوره. حالا شماها علی الظاهر افراد مالدار و پولدار و ثروتمندی نیستید، الحمدلله که نبا، انشالله که نباشید، لکن مسئولیت شما سنگینیش از سنگینی اون مال بیشتره. سوال میکنن از ما در فلان قضیه شما مسئولیتتون چی بود؟ جزئیات مسئولیت رو باید بدانید. اگر ندانیم سوال میکنن که چرا نمیدونستی که مسئولیتت اینه، چطور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم میگن خب حالا این مسئولیت رو چطور ادا کردید؟ طول میکشه تا شرح بدیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاریم و همه بدهکاریم. این رو همه بشریت، همه خلق عالم در مقابل محاسبه الهی بدهکارن. هیچ کس نمیتوانه بگه من میزان اعمالم به قدر کفاف پاسخگوست. هیچ کس نمیتوانه بگه. انبیا هم نمیتونن بگن. لذاست استغفار میکنند. انبیا هم تا لحظه آخر، اولیا هم استغفار میکنن، طلب مغفرت میکنن.
امام سجاد در دعا می فرماید و عدلک مهلکی، عدالت تو پدر من رو در میاره. نظامی عرض میکنیم عاملنا به فضلک، بحث عدالت پیش بیاد و بخوان مو رو از ماست بکشند و دقت بکنیم در کارهامون، واویلاست. باید از خدای متعال فضل او رو بخواهیم، اغماز او رو بخواهیم، گذشت او رو بخواهیم. البته یک حرف هست که اون رو میشه در پیشگاه خدای متعال عرضه کرد و او این است که من به قدر توان خودم تلاش کردم. اینو اگر بتوانیم این رو بگیم، خب این خوب، به قدری که میفهمیدم، به قدری که میدان میتوانستم، میدانستم تلاش کردم دیگه، حالا کم و زیاد و نقص و مشکل و کمبود و ایناش رو عفو کن. اینجوری میشه. پس باید این کار رو بکنیم، یعنی همتمون رو بگماریم به این که از همه نیرو و توان و استعداد و ظرفیت استفاده کنیم. خب البته هر انسانی ضعفی داره، مشکلی داره، کمبودی داره، اینا رو هم به خدا محول کنیم، لکن تلاش خودمون رو بکنیم، کم نگذاریم از ظرفیت. حالا ما عرض کردیم تلاش مضاعف، همت مضاعف، تلاش مضاعف. این مضاعف فقط به معنای دو برابر نیست، اگر همت کنید بکنید 10 برابر جا داره. اونچه که خیلی مهم است ظرفیت‌های موجود در جامعه است. ما مثل یک معدن استخراج نشده یا نیمه استخراج شده است در همه زمینه ها. حالا اون زمینه هایی که اهل فنش و متخصصین و کارشناسانش به ما میگن، مثل زمینه های اقتصادی مثلا، زمینه های فنی، زمینه های علمی، ظرفیت های کشور ظرفیت های بی نظیری است. دوستانی که اهل هر رشته‌ای، هر بخشی از کارهای مهم جامعه هستند، که آشنا هستند با اونها در بخش خودشون، وقتی گزارش میدن، وقتی مقایسه میکنن، تطبیق میکنن ما رو، ملتمون رو، کشورمون رو با خیلی کشورهای دیگه، ما رو به این نتیجه میرسونن که ظرفیت های ما خیلی زیاده. در زمینه اقتصادی ظرفیت کشور خیلی بالاست، در زمینه علمی ظرفیت کشور حیرت آور است، واقعا حیرت آور. یک مقدار که انسان حرکت رو سریعتر می کند، جدیتر می کند، فشاری وارد میاد و اصراری صورت میگیره، انسان میبینه ناگهان همینطور گلهایی است که میشکفه در این باغ، نهالهایی است که میباله در این بوستان که هیچ انسان تصورش رو نمیکرد، یمانش رو نداشت، اما میبینیم شد، میشه. در زمینه‌های فرهنگی، در بخش‌های مختلف فرهنگی انسان وقتی نگاه می‌کنه می‌بینه آمادگی‌ها زیاد، استعدادها جوشان، نفرات با استعداد فراوان، اینا ظرفیت‌های کشور. در زمینه‌های فناوری انسان می‌بینه حرکت ممکن در کشور خیلی عظیم و دهشت انگیز، اصلا کارهای بزرگی می شود انجام داد. اینا ظرفیت هاست. حالا این ظرفیت ها دست ماست، دست من و شماست در بخش های مختلف. اگر چنانچه این ظرفیت ها رو نشناسیم کوتاهی کردیم، اگر بشناسیم
و همت نکنیم برای بکارگیری این ظرفیت ها کوتاهی کرد. اگر به یک حد متوسطی قانع بشیم کوتاهی کردیم. باید به سمت قله حرکت بکنیم، درست مثل ورزشکاری که استعداد بدنی داره، قواره اندامی او قواره مناسبی است، امکانات ورزش هم جلو بشه. این دیگه نمیتونه بگه من هر روزی نیم ساعت 20 دقیقه نرمش میکنم، این باید بره به سمت قهرمانی. قله رو باید در نظر بگیره. در کارهای اخروی هم همینجوره، در کارهای معنوی همینجوره، در حرکت توحیدی همینجوره. به کم نباید قانع شد، در طلب ثواب الهی همینجوره، به کم نباید قانع شد. خب این اگر ما این همت بلند رو به کار نگرفتیم، ظلم کردیم، کوتاهی کردیم. این کوتاهی ما هم ظلمه، ظلم است، هم ظلم به خود ماست چون مورد مؤاخذه الهی قرار میگیریم، هم ظلم به کسانی است که استحقاق این رو دارن که از این ظرفیت ها استفاده کنن، بهره مند بشن. اگه بهره مند نشودن ما تقصیر کردیم. گفتن این حرفا آسانه، عمل کردن و حرکت کردن دشواره. احتیاج دارد به همت. بدانیم هم که خدای متعال به ما کمک میکنه. هر کسی که دنبال یک هدفی باشد و نیروش رو به کار بگیره، خدا کمکش میکنه. در کار دنیایی هم باشه، خدای متعال کمک میکنه. کلن نمدو ها اولائه و ها اولا، همون کسانی که در دنبال دنیا هستن اونا رو خدا میگه کمکشون میکنیم، اگرچه وقتی مصروف دنیا شدن دیگه از آخرت نصیبی نخواهند داشت. همونایی که دنبال آخرتن اونا رو کمک میکنیم. آخرت هم فقط نماز شب نیست، دعا و ذکر و توسل و نما اینها نیست، اینا هم البته وسائله، لکن خدمت به مردم، حضور در اونجایی که حضور در اونجا لازم است، اینا همش کارهای خدایی است. شما ببینید در صدر اسلام اون کسانی که ممدوح واقع شدن و اون کسانی که مذموم واقع شدن، اون تو فرهنگ ما بر طبق عقیده ما، اونایی که ممدوح واقع شدن بیش از اون چی که به خاطر نماز و عبادتشون ممدوح واقع شدن، به خاطر موضع‌گیری های سیاسیشون، اجتماعیشون، مجاهدتشون ممدوح واقع شدن. ابیذر رو یا عمار رو یا مقداد رو یا میثم تمار رو یا مالک اشتر رو کمتر به عبادتشون مدح میکنیم ما. تاریخ اینا رو به اون مواضعی میشناسد که این مواضع تعیین کننده بود. حرکت کلان جامعه رو توانست هدایت کنه، شکل بده و پیشرفت این حرکت کمک کنه. اونایی که مذمت هم شدن همینجور، خیلی از بزرگان که مورد مذمت قرار گرفتن به خاطر شرب خمر مذمت نشدن، به خاطر بی‌نمازی مذمت نشدن، به خاطر عدم حضور در اونجایی که حضورشون لازم بود مذمت شدن. تاریخ اینجوری ثبت کرده دیگه، نگاه کنید ببینید. پس کار خدا، کار معنوی، کار توحیدی منحصر نیست در نماز خوندن، اگرچه نماز دست کم نباید گرفت، نماز پشتوانه همه این هاست. تلاوت قرآن، تدبر در قرآن، تضرع پیش خدای متعال، خوندن ادعیه معثور، صحیفه سجادیه، دعای امام حسین، دعای کمیل، بقیه این ادعیه‌ای که هست، اینا همش کمک کننده است، مثل اون روان کننده حرکت این موتور وجود انسانی است که اگر چنانچه شما با خدا انس داشتید و
میان خودتون و خدا رو درست کردید، اصلاح کردید، این کارها رو راحت تر انجام میدید، با رغبت بیشتر، با شوق بیشتر انجام میدید. بنابراین کسی که کار خدا رو بخواد بکنه، خدای متعال کمکش میکنه. کار دنیا رو هم کسی بخواد بکنه همینجور. اینایی که دنیا براشون هدف و غرض و معال بود، یا مقام دنیا، یا پول دنیا، یا عیش دنیا، لذت‌های جنسی و امثال اینها، که حالا در دنیا نمونه‌هاشو زیاد مشاهده می‌کنید، اینا هم وقتی که در راه همون هدف خودشون تلاش کردن، اونا هم خدا کمکشون می‌کنه، اونها رو هم خدای متعال کمک می‌کنه. کمک الهی به این است که وسایل رو در اختیارشون می‌گذاره، همت می‌کنن، از این راه میرن. هدفشون هم فقط هدف مادی است، به اون هدف میرسن، البته چون اون جانب اصلی را که جانب معنوی و الهی و اخروی است ندیده گرفتن، اونجا ضرر میکنن، اما در این قسمتی که هدف گرفتن، در این قسمت پیش میرن. خب حالا شما آقایون و خانم هایی که تشریف دارید اینجا، مسئولین هستید و این حرفایی که ما به شما عرض میکنیم، اینا حرفایی است که خود شماها به مردم میگید، این حرفای جدیدی برای شماها نیست اینها. خب تذکر دیگه، انسان احتیاج دارد به تذکر، در یادآوری یک نتایج بزرگی هست که در دانستن اون نتایج نیست. خیلی چیزها رو انسان میدانه، اما باید مرتب به انسان یادآوری بشه، توجه کنیم که ما کجا هستیم، چیکار داریم میکنیم، هدف چیه. هدف این یه شای سنار دنیا نیست که ما به خاطر او وظیفه بزرگ رو فراموش کنیم، اهداف عالی رو زیر پا بگذاریم. هدف مدح و تمجید این و اون نیست که چند سباهی حالا به یک کرسی تکیه بزنیم، مثلا فرض بفرمایید چهار نفر جلو ما خمراست بشن یا اطاعت کنن، یا اینا نیست، اینا که کوچکه برای بشر. هدف فلاح هست، نجاح هست، قد افلح المؤمنون، باید اون رو هدف گرفت، به فکر زندگی حقیقی بود که این زندگی حقیقی شروع خواهد شد، حالا دیر یا زود برای همه ما، چند روز دیگه، چند ساعت دیگه، چند سال دیگه، بالاخره اون زندگی حقیقی با مرگ مادی و جسمانی آغاز خواهد شد. هدف این است که اونجا رو آباد بکنیم. همه اینها مقدماته. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه، چون حالا همه مسئولین قوا تقریبا از هر سه قوه تشریف دارید اینجا، یک پارچگی در حرکت است، ولو یک پارچگی در فکر و نظر و سلیقه، نه ممکنه نه اونقدرم مطلوبه، چون اختلاف سلایق، اختلاف نظرات به مباحثه می انجامه و مباحثه به کشف عرصه‌های جدید منتهی میشه. بنابراین هیچ ما توصیه نمی کنیم حالا حتما همه در همه مسائل یکسان فکر کنن، نه ممکن هم نیست، اصلا امکان نداره. اختلاف در نظر و در سلیقه و در فکر و در فهم خودش وسیله‌ای شده است از اول خلقت بشر برای پیشرفت انسان، اما با وجود اون اختلافاتی که وجود دارد، هماهنگی در حرکت، هماهنگی در حرکت. اگر کاروانی باشه، بین خودشون افراد کاروان اختلافاتی داشته باشن، بحثی داشته باشن، دعوایی داشته باشن، مباحثه علمی داشته باشن، مباحثه سیاسی داشته باشن، مباحثه در مسائل گوناگون و روزمره داشته باشن، با هم بحث کنن، ایرادی نداره، بحث کنن با هم، به نتیجه رسیدن چه بهتر، نرسیدن به نتیجه هم نرسیدن، ایرادی نداره. اما این حرکتی که داره انجام میگیره، این متوقف نشه، اینجور نباشه که این مباحثه موجب بشه که وسیله راهواری که زیر پاشون هست این از کار بندازن، مشغول این مباحثه بشن، یا احیانا بگن حالا که در این مسئله علمی به نتیجه واحدی نرسیدیم، پس تو از اون راه برو، من از این راه. نه آقا، داریم میریم، هدف مشخصه،
سه قوه باید اینجوری حرکت بکنه. یعنی مراقب باشید دوستان عزیز، برادران و خواهران عزیز که در سه قوه تشریف دارید، وحدت حرکت، یک پارچگی در حرکت، در تصمیم های بزرگ این حفظ بشه. اختلافات به اختلافات در کار اساسی نینجامه. اینه، ما الان برنامه پنجم رو در پیش داریم. این برنامه پنجم الزامات خیلی زیادی بر دوش همه گذاشته. البته وسط میدان دولت است طبعاً که مجری است، اما دستگاه قوه مقننه، دستگاه قوه قضاییه، دستگاه‌های جنبی که وجود دارن، اینا همه هم مسئولن هم مؤثرن. ما اگر بنا باشد که سر قدم به قدم کارها و حرفها بگیم حالا که اینجور شد پس هیچی، همکاری نمی کنیم. اگه اینجور باشه که کار پیش نمیره. همکاری کنید، کمک کنید، اون کسی که در وسط میدان اجرا هست تسهیلات بر او فراهم بکنید. البته مصالح رو در نظر بگیرید، لیکن کمک کنید که کار اجرایی به خوبی انجام بگیره، کار پیش بره. من توصیه مؤکد دارم به این معنا، همکاری دستگاه‌های سگانه و قوای سگانه، تا بتوانیم انشاءالله ما چشمنداز رو تأمین کنیم. اهداف چشمنداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میریم، ممکنه. یعنی هیچ استبعادی نداره ها، هیچ. الان مشاهده میکنیم در بعضی از بخش ها ما از زمانبندی فرضی در مورد اهداف چشمنداز در بعضی از بخش‌ها جلو هم هستیم. ممکنه در بعضی از بخش‌ها هم یه خود عقب باشیم، اما در بعضی از بخش‌ها حتما طبق اون زمانبندی فرضی که انسان در ذهن داره جلو هم هستیم، مشکلی نداریم. میتوان از اون اهداف جلوتر هم رفت و احتیاج به این معنا هست که ما بتوانیم جلوتر بریم، بتوانیم حرکت کنیم، تلاش کنیم، همت مضاعف. حالا هم در زمینه‌های اخروی هم در زمینه‌های دنیوی، دوستان در زمینه‌های فردی و ارتباطات خود با خدا هم هرچه می‌توانند همت و کار رو مضاعف کنن ها، اینم به دست غفلت و فراموشی سپرده نشود. یعنی مسائل شخصی و فردی، اون چیزی که بین هر کسی با خدا هست، اینا خیلی اهمیت داره، خیلی. اگر وارد بشیم و اونس پیدا کنیم با این چیزا، انشالله خدای متعال هم بیشتر کمک خواهد کرد، کما اینکه تا الان هم خدای متعال خیلی کمک کرده به ما. و رعایت ظواهر، مسائل فرهنگی خیلی مهمه، فرهنگ عمومی خیلی مهمه، چهره دینی در زندگی عمومی مردم خیلی مهمه، چهره دینی و ظاهر دینی که البته خبر از باطن خواهد داد انشاءالله، اینها خیلی حائز اهمیت است. این عرض ماست. و خب تشکر هم باید بکنیم از برادرانی که در ایام تعطیلات نوروزی خیلی تلاش کردند، از نیروی انتظامی بگیرید تا صدا و سیما تا دستگاه‌های عرض کنم که بهداری و بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها و چه و چه دستگاه‌های گوناگونی خدمات زیادی رو متقبل شدن برای اینکه مردم بتوانن آسایش خودشون رو داشته باشن در بخش‌های دولتی، در بخش‌های گوناگون. خیلی تلاش‌های خوبی انجام گرفت، واقعاً بعضی همت کردند، کار کردند برای مردم آسایش و شادی و راحتی و امنیت رو
حفظ کردن، تأمین کردن، اینا خیلی با ارزش. و چقدر خوب است که کار عمومی، کار مرد به صلاح رسمی و دستگاه های رسمی نگذارن از همون اوان اتمام تعطیلات رسمی بگذره، یعنی کار رو شروع کنن. خوشبختانه خب بعضی ها خیلی تلاش کردن، خیلی حضور داشتن از اول همون روزهای فروردین که ماها در تعطیلات بودیم، میدیدیم بعضی ها تلاش میکردن، بودن، حضور داشتن، کارهای خوبی انجام میگرفت. هرچه بتوانید این فرهنگ رو گسترش بدید، فرهنگ کار و تلاش و حضور در عرصه کار و سنگر کار، این خیلی خوبه، این به حرکت جامعه و نشاط جامعه کمک خواهد. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال به همه توفیق بده، همه تون رو تأیید کنه و کمک کنه. انشاءالله این مسئله هدفمند کردن یارانه ها هم که حالا شنیدم باز انشاءالله یه توافق هایی داره صورت میگیره، به شکل بهترین شکل انشاءالله توافقی صورت بگیره، کارهای خوبی انجام بگیره و بتوانند مردم طعم تدابیر شما ها و تلاش شما ها رو انشاءالله بچشن و بهره ببرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.